برام خدا سلام بر شما، به برنامه نگرش خوش آمدید. بازرس ویژه آمریکا برای افغانستان میگوید که بیوه های سربازان افغان در بدل گرفتن معاش تقاعدیشان مورد آزار و اذیت جنسی قرار میگیرد. وزارت دفاع افغانستان از ایجاد یک کمیسیون در این مورد خبر میدهد. جزئیات بیشتر در گزارش از انکارما. بازرس ویژه آمریکا برای افغانستان مورد تکان دهنده ای را گزارش می کند که در آن برخی از زنان بیوه سربازان افغان مورد استفاده های جنسی قرار می گیرند. گرفتن معاش تقاعد همسرانشان که در میدان های نبرد قربانی می شوند بهانه برای مقام هایی می شود که این زنان را آزار جنسی کردند. جنبه ملکی نیروهای امنیتی افغانستان مهم است. مقصد من این است که ما داستانهای وحشتناک را در مورد بیوه‌های سربازان افغان شنیده ایم که باید به منافع جنسی به منظور دریافت حقوق تقاعد همسرانشان عمل کنند. وزارت دفاع ملی با آن که از این مورد اعلام بیخبری می کند، اما می گوید وزیر دفاع برای بررسی این موضوع هیئت تعیین کرده است. وقتی که همیسی راپور سیگار نشر شد، وزیر سیب دفاع ملی فوراً یک کمیسیون را تشکیل کردند. در راستشان دگر جنرال اقبال علی خان معاون وزیر دفاع در تعلیمات و پرسونل، او در راستش است که در او استخبارات، کشف، حقوق، سرندوالی تماماً آزایش است، تبتیش اینا آزایش هستند. سیگار همچنان از وضعیت نادرست موجود در نهادهای امنیتی نگران است. در وزارت هایی که از نیروهای امنیتی افغان حمایت می کنند مشکلات جدی وجود دارد و هدف ما ایجاد حکومتی است که با افراد خرابکار مبارزه کند. علاوه بر این گزارش نگران کننده، سیگر 260 صفحه بیان دیگر هم از فسادهای گسترده و متفاوتی دارد که مقام های امنیتی در آن به نحوی شاملند. سلام مجدد، به ادامه برنامه نگرش خوش آمدید. ما مهمانان من در بس خانم قدریه یزدان پرست، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر، آقای محمد نعیم نظری رئیس شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر و خانم لیلا جعفری فعال حقوق زن. مهمانان گرامی سلام، به برنامه می خوش آمدید. خانم یزدان پرست، بس با شما آغاز میکنیم. مرجع به شما از این گزارش چی است؟ واقعیت دارد گفتهای بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان یا خیر؟ بسم الله الرحمن الرحیم و صدیقین، سلام خدمت شما و مهمانان شریک بحث و بیننده‌های محترم تلویزیون شما. شما میفهمین که مسئله آزار و اذیت زنان نه تنها در جاهایی که گزارشگر ویژه ایالات متحده آمریکا ایرا بررسی کرده، در محیط های کاری، در خیابان ها، در مدرسه، در محیط، در همه جا آزار و اذیت زنان وجود داره و به شکل گسترده. در سالهای اخیر شما میبینید که آزار و اذیت به شکل گسترده رایج داره و نمیتونه یک نهاد بین المللی بدون یک نهاد بیرونی با داشتن اسناد و مستندات همچه گزارش را ارائه کنه. دقیق، پس واقعیت داره. نمیخوایم که صحه بگذارم یا رد کنم، ولی برداشت عمومی ما از جامعه افغانی میز که زنها در هر محل و هر محیط که هستن مورد آزار و اذیت قرار میگیرن. مشکل در کجاست؟ چرا در یک کشور اسلامی که تم ادعا داریم که بالاتر از 99.5% دقیق مسلمان هستیم، اما طرف دیگر شما اشاره میکنید که در همه محلات این آزار و اذیت زنان رواج دارد و وجود دارد؟ عوامل و ریشه های مختلف دست به دست هم داده تا این مسئله به حیث یک بحران شکل گرفته. اولی که یک مشکل انسانی است، در سایر جوامع هم وجود داره اما قابل توجیه نیست. به هیچ صورت به دلیلی که در دیگر جوامع وجود داره قابل توجیه بودن نمیتونه، ولی کم و بیش در هر جامعه وجود داره. در جامعه افغانستان با دوام جنگ های طولانی و تصاعدی، از هم پاشی و فروپاشی شیرازی یک زندگی نرمال در جامعه افغانی، فقر اقتصادی که ناامیدی را در بین جوانان ایجاد کرده، ازدواج های بسیار پرمصرف که خانواده ها را باعث شده تا جوانایشان از ازدواج باز بانند، نبود آگاهی و دانش کافی در بین جوانان، فقر فرهنگی و عدم آگاهی جوانان از ویژگی های زیست باهمی، زیست شهری و که همچنان که عامل اقتصادی و نبود و فقر اقتصاد باعث کمبود آگاهی
زوایای فرهنگی هم شده و همچنان عدم ارزش باوری در بین جوانان و بس و مسائل دیگر همه دست به دست هم دادن و این پدیده را به یک پدیده همگیر و سخت جان در جامعه افغانی تبدیل کردن. خانم یزدان پرست، شما گفتین که آزار و اذیت زنان در محلات دقیقاً یک معضل یا یک مشکل انسانی است. خب حالا انسان تنها و تنها منحصر میشه به مردها یا برعکس همه اقشار مرد زن و مزاده کرد؟ چون شما به نوعی از اونا کلیگوین کردین، گفتین که یک مشکل انسانی است، که بیشتر از طرف مردان متبارز میشه، تبلور میافه، بیشتر از جانب مردان است، ولی با دریغ و درد این را گسترده سکوت زنان ساخته. زنان به دلیل عدم اعتماد به نفس، عدم یعنی فکر میکنن توانایی درونی برد مقاومت بایی و ابراز این مشکل و معضل ندارن، همچنان به دلیل ای که حفظ آبرو و حیثیت خود در اعتراض نکردن و شکایت نکردن میدانن، از ترس فروپاشی شأن اجتماعی خود زنان ای را ابراز نمیکنن. البته عامل انگیزه های دیگه هم داره که در بحث به خود پرداختیم، ولی بیشتر چیزی که ما را رنج میده امی سکوت زنان و نپرداختن حکومت و مسئولین بر مجازات مجرمان است. همچنان که شما میفهمین که قربانی سرگردانتر از مجرم است در جامعه افغانی. اگر شما با یک مشکل بر بخورین خیلی سرگردان هستین تا این را اثبات کنین، و در همچو قضیه در قضیه آزار و اذیت شما میفهمین که اثبات از این خیلی زیانبارتر از اصل ارتکاب از این جرم است، و بیچاره قربانی با توجه به نوع نگرشی که در جامعه نسبت به زن و نسبت به قربانی وجود داره خیلی متضررتر میشه، یعنی بدید تحقیرآمیزتر برش نگاه میشه نسبت به جنایتکار. آقای نظری، از این شما مشکل در کجاست؟ یک کسی میاد به خاطر دفاع از وطن شهید میشه، کشته میشود، ولی زمانی که همسرانشان یا همسرش به خاطر گرفتن تقاعدش یا هزینه تقاعدش میرود، بالاخره مورد آزار و اذیت جنسی قرار میگیرد. مشکل از این شما در کجاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما. علیکم السلام. دوستان بینندگان محترم تلویزیون، متاسفانه افغانستان سرزمین معضله هاست، سرزمین مشکلات است. مشکلاتی که در افغانستان وجود داره عوامل بسیار متعدد داره، عوامل خیلی زیاد داره. درس حق زن هم وضعیت به می شکل است. شما ببینید ما در افغانستان تساوی حقوقی و قانونی زن و مرد را به رسمیت میشناسیم، اما با تاسف تساوی فرصت بین زن و مرد کمتر وجود داره، چی در سطح اجتماع، چی در سطح ساختارهای مختلف حکومتی و دولتی و در مجموع در نظام ملی ما تساوی فرصت بین زن و مرد کمتر وجود داره. مفهومش چیست؟ مفهومش چیست که چالش های بیشتر فراراه زن ها وجود داره. این چالش ها میتونه ناشی از تفکرات بسیار نادرست باشه، این چالش ها میتونه ناشی از ضعف کارکرد قابل قبول دولت و حکومت باشه. شما ببینید در عرصه حاکمیت قانون ما چقدر معضله و مشکل داریم. وقتی ما کنوانسیون حق زن را امضا کردیم، با الحاق کردیم، چرا این کنوانسیون، مفاد این کنوانسیون نمیتونیم در افغانستان اجرایی بکنیم؟ چرا نمیتونیم در کمیته مربوطهش در سازمان ملل متحد گزارش قابل قبول عرضه بکنیم؟ به خاطر که وضعیت یک وضعیت قابل قبول در افغانستان نیست. کارکردهای دولت کارکردهای بسیار ناقص است. استراتژی ها، پالیسی ها و قوانینی که بتونه فرصت ساز خوب شوه و عملا زن به عنوان یک کنشگر فعال اجتماعی سیاسی فرصت پیدا بکنه کمتر وجود داشته. مشخص تر، زمانی که یک سرباز به خاطر دفاع از وطن جان خود از دست میدهد و دقیقا خانمش وقتی که به خاطر گرفتن تقاعد یا هزینه یا پول تقاعد میرود، هزینه تقاعد خود مورد اذیت و آزار جنسی قرار میگیرد، مشکل در کجاست؟ مشخص تر، چون مشخص باید بحث کنیم. خب باشه، من میخواستم امیر مشخص تر هم بحث بکنم. مشخص تر فکر میکنم که هر ساختار با یک سلسله ساختارهای را در درون خود داره که مسئولیتهای را در عهده داره. شما ببینین وقت وزارت دفاع یا وزارت داخله اینا ساختارهای را داره که از نظر ارزشی منصوبین اونمو ساختار را باید پالایش بده. اینمی ساختار باید کار نکده باشه.
تا وضعیت به این شکل در آمده باشن. از دید حاکمیت قانون، قانون باید فرصت تطبیق در درون او اداره کمتر داشته باشه تا یک چنین وضعیت پیش آمده باشه. از دید مسائل حقوق بشری فهم ناقص باید در مسئولین و در کارکردی افراد باید تبارز بکنه، یعنی فهم وجود نداشته باشه بله. تا اونا متناسب با همون فهم دقیق حقوق بشری مناسبات را تأمین بکنه تا وضعیت به این شکل در آمده باشه. تشکر خانم جعفری. سکوت زنان باعث گسترش آزار و اذیتشان در افغانستان شده، موافق هستین با این دیدگاه؟ سلام خدمت شما، خدمت دو مهمان بزرگوارتان و تمامی بینندگان برنامه شما. ما قبل از اینکه جواب شما رو بدم میخواییم بگم که چرا اینجا امشب جای مسئولین وزارت دفاع خالی هست. میخوام اینجا ما بر شما موضوع رو بگویم. بیننده های عزیز، با تماس های مکرر که با سخنگویان محترم وزارت دفاع داشتیم، اونا در این بحث حاضر نشدن و سوالاتی که مربوطشان میشه بپاسن. من میخوام آقای دولت وزیری یک گپ بکنم. یک روزی از رادیو خبرنگارا تماس گرفتن در مورد یک حمله، ازشون سوال میکردن. آقای وزیری بسیار ناراحت شد. آقای دولت وزیری گفت مثل یک افغان گپ بزن، چرا تو این رقم گپ بزنی؟ من میگم آقای دولت وزیری، ما به عنوان زن افغانستانی میخوایم بگم که شما امروز بیا مثل یک افغان گپ بزن. اگر این گزارش نادرست هست هم بیاین اسناد برای ما ارائه بدین، و اگر درست هست که ما میگیم وای بر حال شما، شما با زنان افغانستان چی میکنید جناب آقای رئیس جمهور و جناب رئیس اجرایی؟ این زنگ خطری هست که شما نمی از جمعیت جامعه تان را که مردان اینها رفتن خونشان را فدا کردن تا من و شما و جنابان رهبران حکومت وحدت ملی بر چوکی تکیه بزنن، اما امروز عزت زن افغانستانی را این گونه به حراج میگذارن که من امیدوار هستم به این سطح تکان دهنده نباشه. هرچند که من تایید میکنم حرفای جناب بانورا که نوعی نهادی نشده، متاسفانه آزار و اذیت در مورد زن افغانستانی. بله، من تا حدودی با این موافق هستم که سکوت زن افغانستانی در مقابل توهین به شخصیت از او و حتی در حد گفتمان که امروز چقدر تو مقبول شدی، این بسیار رواج پیدا کرده در اداره های افغانستان. ما با کارمندان وزارت داخله خانم هستن بارها بحث کردیم سر همین موضوع، اونها به شدت از تبعیض جنسیتی در اداره ها رنج میبرن در اداره مثل وزارت داخله. من میخواهم بگم جناب وزیرم صدای من را بشنوه، ولی ما از وزارت دفاع و داخله به عنوان ستون فقرات امنیتی کشور افغانستان که پس با کدام روحیه، امیدوارم این دسیسه دشمن نباشه که دیگر مرد من، برادر من، پدر من، پسر من حاضر نشوه که برای دفاع از ناموس این مملکت بخواد به جبهه جنگ بره، در صورتی که بعدا ناموس ازی بخواد بس تاثیر بر جبهه جنگ همچنان میتونه داشته باشه. این بسیار میتونه زوایای بسیار خطرناک داشته باشه. لذا ما به می خاطر میخوایم بگم به عنوان یک زن افغانستانی که صدای زن افغانستانی هستیم و بوده، میخوایم بگم اگر دولت افغانستان وزارت دفاع گزارش سیگار را رد میکند، اسناد بیارد ارائه کند و سیگار هم اسناد خود را باید افشا کنه، و اگر رد نمیکند، من میگم مقصرش از بالاترین مسئولین حکومتی آقای رئیس جمهور هست، تا قبلا وزیر دفاع ما آقای عبدالله حبیبی که مستند در تلویزیون گفت که من پاک هستم، فاسد نیستم، اما تمام جنرالان زیر دست من در فساد غرق هستن. تو چرا سکوت کردی وقتی که اداره تو به عنوان یک مدیر سیاسی تو مسئول بودی، باید جلوی فاسدان رو میگرفتی، اینا رو برکنار میکردی، اما جناب رئیس جمهور شما همین آقای حبیبی رو سفیر ساختین، بعد از او تبعات ناگواری که در قل اردو اینا به دست آوردن و در جبهه جنگ شکستایی رو که خوردن. به این لحاظ من سکوت زن افغانستانی رو با این پاسخ میدم که موانع ها باعث میشه که زن افغانستانی سکوت بکنه. پس موانع ها بیشتر است و دلیل سکوت هم دقیقاً شما اشاره میکنید که موانع است. بله، من این نظر من هست که میتونه موانع چی باشن. اول اینکه اگر من زن در اداره میرم دوچار از این مشکل میشم یا این تقاضای ناخواسته، ببین شما که بخوایم پول معاش شوهر ما که شهید شده بگیرم، این حق قانونی من و اولاد من هست، چرا باید در قبال از این از من چیزی خواسته شود؟ یک موضوع که برای آگاهی تمام زنان داریم عرض میکنیم. اما موضوع دوم این هست که وقتی که ما با این مشکل دچار میشوم، وقتی اداره مراجعه میکنم به اداره، به مثلا حوزه، به لوی سارنوالی، از عسکر دم دروازه از او به من نگاه جنسیتی داره تا بلندترین افراد و قضات در اداره. پس نگاه جنسیتی به نحوی از اونها در افغانستان متاسفانه نهادی نشد. بسیار نهادی نشده. باور کنید این من زن و ایشان که زن هستن ما واقعا داریم درک میکنیم، شاید شمای مرد کمتر بتونید به اندازه ما درک کنید. تشکر خانم جعفری. بینده های عزیز، وقت داریم.
سلام مجدد برنامه برنامه نگرش خوش آمدید. موضوع بحث برنامه امشب نگرش باز هم بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان گفته است که بیوه‌های سربازان افغانستان در بدل گرفتن معاش تقاعدی همسرانشان مورد آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرد. وزارت دفاع افغانستان گفته که برای بررسی این موضوع کمیسیون را ایجاد کرده است. مهمانان من در بحث خانم قدریه یزدان پرست کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر، آقای محمد نعیم نظری رئیس شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر و خانم لیلا جعفری فعال حقوق زن. و با تماس‌های مکرر که با سخنگویان محترم وزارت دفاع افغانستان داشته، متاسفانه اونها در این بحث حاضر نشدن و سوالاتی که مربوط به ایشان میشد به پاسخ خواهد ماند. خانم یزدان پرست، حالا از دید شما این گونه برخورد دقیقا نشان دهنده چی است در یک کشور اسلامی؟ خب قبلا هم به این پرداختیم. شما ببینین در همه فرهنگ ها، در همه باورها، در همه کشورها کسانی که به خاطر دفاع مقدس از وطن خود شهید میشن، خانواده از اونا مورد تکریم و احترام اون نهاد، نه تنها نهادی که از اون طریق رفتن به صف مبارزه و مقاومت، بلکه در همه جامعه محترم شمرده میشن، احترام میشن، جایگاه ویژه و به خصوص دارن. ولی با دریغ و درد که شما میبینین جوانان که با قامت‌های استوار در صف دفاع از وطن، در صف دفاع از ارزش‌های باوری خودشان میرن دفاع میکنن، وقتی اونا شهید میشن که از ناموس وطن بلند شدن که از ناموس وطن دفاع کنند، ولی وقتی خودشان به شهادت میرسن ناموس خودشان مورد آزار و اذیت قرار میگیره. دیگه این نشان دهنده افت فرهنگی، ضعف فکری، نشان دهنده ضعیفترین حالت انسانی و باوری است. و یک مسئله را میخوایم بگویم که اخیراً اردو و پلیس مورد تحلیل ها و ارزیابی های زیاد نهادهای بیرونی قرار گرفته. ما امیدوار هستم که این مسئله هم توجه شود که نه که ما یک کشور در حال جنگ هستیم، اردو و پلیس ما به نحو بسیار منفی در اذهان عامه نشان داده شود که این مسئله شامل همه افراد پلیس و اردوی ملی نیست. یعنی ممکن است بعض کسایی کار کرده باشند، ولی پلیس و اردو را خیلی ضعیف نشان دادن و صف از اینا را آلوده به فساد مختلف نشان دادن، این هم جفا در حق نیروهای امنیتی است. یک پهلوی این گزارش ها میتونیم بگویم که بعد سیاسی همچنان است. حالا بخاطر شما اشاره کردین که نباید چنین شود و تمام نیروهای نظامی افغانستان این چنین نیست. بله، همه این نیروهای نظامی آلوده به فساد نیست. البته که ما این گزارش را که زنان مورد آزار و اذیت است رد نمی کنیم، چون در همه جا زن مورد آزار و اذیت است. ولی ایران باید توجه داشته باشیم که همه افراد منصوب به نیروهای امنیتی ما آلوده به فساد نیستند. اینا انوزام در صف دفاع از وطن و در صف از بین بردن دشمنان افغانستان با قامت استوار استاده هستند که انشالله با انگیزه های بهتر این کار کنند که همه بحثا رویش به طرف کاهش انگیزه در صف نیروهای امنیتی ما نباشه. آیا تا کنون کدام مورد شکایت در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درج شده یا خیر؟ همچو شکایت که مثلا یک کس به خاطر گرفتن تقاعد شوهر خود رفته باشه و مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته باشه؟ مورد مشابه از این ما یک بررسی کلی خانم آمد و ایره گفت که در خود اردو و در خود اردوی ملی مشکلات وجود داره، ولی مشخصا در مورد از این کسایی که به تقاعد میرن یک شکایت مستند نشده از طرف کمیسیون که مستند شده. آخای نظری، این گونه برخورد دقیق نوعی توهین برای نظامیان افغانستان نیست؟ کسان که خون خود به خاطر مردم افغانستان و به خاطر تمامیت ارضی و به خاطر دفاع از استقلالیت و نمامیس افغانستان دقیقن خون خود میریزد در مقابل پس از بین رفتنش، چون این برخورد بشد، این نوعی توهین به نظامیان و مسلک نظامی نیست؟ من فکر میکنم یک توهینی بسیار بزرگ بر مجموع انسانیت شمرده میشه، بخصوص اداره که ای گونه اعمال انجام میده و در برابر افراد که دوستا و یارا و رفقای قبلیش بوده و اونا کسایی بودن که هم مسلک بودن، از طرف از اونا باید به مراتب خانواده های شهدا مورد پاسداری قرار بگیره. شما ببینین وقت یک چنین گزارش بیرون داده میشه، این گزارش
در قدم اول باید بسیار سنگین تمام شود سر فرد اول مملکت که تحت حاکمیتش، تحت قلمرو نفوذش در برابر خانواده های او تعداد از افرادی که جان خود برای وطن، مردم و برای حاکمیت از دست دادن چی جریان داره؟ رئیس جمهور افغانستان من حیث فرد اول مملکت باید قضیه را بسیار جدی پیگیری بکنه. لوی سارنوالی افغانستان حاضر قیاس باید قضیه را جدی بگیره، پیگیری بکنه. شما ببینین وقت یک چون گزارش بیرون داده میشه در مغایرت نه تنها با ارزش های حقوق بشری که با ارزش های دینی قرار داره، با عرف اجتماعی مردم افغانستان قرار داره و تأثیری بر میدان جنگ هم میتونه داشته باشه، خیلی میتونه پیامد ناگوار داشته باشه. شما ببینین وقتی یک فرد که حاضر است قربانی بده، حاضر است در برابر دشمن های نظام افغانستان مبارزه بکنه، او حس بکنه که خانوادهش نه تنها مورد تفقد قرار نمیگیره، نه تنها مورد حمایت قرار نمیگیره، که حتی مورد تجاوز قرار میگیره، چه انگیزه باقی میمونه برای او سرباز فداکار تا واقعا فداکارانه در سه مبارزه با دشمنان نظام افغانستان به عنوان یک پیشتاز نقش خود بازی بکنه؟ سخت آسیب میزند روان اجتماعی مردم افغانستان در مجموع شنیدن این گونه گزارش ها آسیب زده و به این شکل انگیزه سربازها و افسرهای اردوی ملی و پلیس ملی و ساختارهای دفاعی و امنیتی افغانستان بسیار آسیب میزنه و مورال رزمی از اونا را خیلی پایین میتونه بیاره. آقای نظری، تا زمانی که بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان گزارش نشر نکرد، در افغانستان هیچ نهاد و هیچ شخص نیامد و از این مشکل و یا معضل آنچنانی پرده پس نکرد، چرا؟ خب یکی از علتهایش میتونه ای باشه که او فردی که به عنوان قربانی مطرح است یا خانواده شهید، اونا نمیفهمن که در کجا باید مراجعه بکنن، یا اگر میفهمن هم باز هم به خاطر ای که تشهیر نشه با یک نام بد در اجتماع افغانستان در یک ساختار مراجعه نمیکنن. اینا باید جدا در ساختارها مراجعه بکنن، افشا بکنه چهره او تعداد افراد را که ساختار کدام ساختار؟ ساختار را که چند لحظه پیش خانم جعفری گفتن که نگاهی همه متاسفانه نگاهی جنسیتی است. خب نگاه همه نمیتونه بسیار عمومیت داشته باشه، در زمانی که میرن حداقل دقیق نگاه جنسیتی است. ساختار به نام کمیسیون مستقل حقوق بشر وجود داره که خانم یزدان پرست نمایندگی از اون میکنند اینجا، در این ساختار مراجعه بکنه، در اداره سارنبالی افغانستان با تمام معضلاتی که وجود دارم. من گپای خانم جعفری را تایید میکنم، وقتی یک خانم در یک اداره مراجعه میکنه از اونمو فرد که در دان دروازه قرار داره و با ذهنیت مردسالارانه تجهیز شده تا فردی که به عنوان مسئول او اداره مطرح است متاسفانه ذهنیت مردسالارانه داره، اما اینمی قربانی نباید به دلیل ای که برخوردهای مردسالارانه ده اینجا وجود داره صدای خود خاموش بسازه، اینا باید صدای خود بلند بکنه. ساختارهای مثل کمیسیون مستقل حقوق بشر باید مورد اطلاع‌دهی از طرف قربانی ها قرار بگیرن، تا رسانه ها باید مورد اطلاع‌دهی قرار بگیره، به این شکل ساختارهایی که در چوکات حکومت مسئولیت دارن اونا باید صدای خود بلند بکنن و صدای خود برسانه برای مسئولین. در غیر از او وضعیت به این شکل مکتوم پوشیده خود ماند. شما ببینین یک از ضعف‌های بسیار بزرگ که در ادارات مثل وزارت دفاع وجود داره، شما یک فرد از قشر زن برای من نشان بدین که در رأس یک اداره خیلی مهم در وزارت دفاع حضور داشته باشه. وقتی ما در سطح پالیسی سازا حضور نداشته باشیم، پالیسی اداره توسط مردان ساخته شوه و افرادی که طرفدار حقوق بشر هستن، افرادی که طرفدار حق زن هستن و خود خانم ها حضور نداشته باشد در او ساختارها، طبعا پالیسی ها با یک ذهنیت مردانه شکل میگیره. شما ببینین ما یک فرد را که به عنوان مقام ارشد شمرده شوه در وزارت دفاع، در وزارت داخله، در ریاست امنیت ملی نداریم که از بین زنان نخبه انتخاب شده باشه و اونا بتونه سر وضعیت، سر از اون فضایی که در او اداره وجود داره اثرگذاری مثبت داشته باشه. خانم جعفری، این گونه برخورد نظامیان افغانستان در برابر هم مسلکانشان و خانواده هایشان دخیان آب به آسیاب دشمن دختن نیست؟ بدون شک کمی هست. ما میتونیم این رو بگیم شاید
وقتی رد این حد سیگار شاخ و برگ داده، چون ما میبینیم که در طی حداقل چند وقت اخیر نیروهای امنیتی افغانستان که میتونم هم سق و بگم وزارت دفاع داخل امنیت ملی واقعا در حال یک رشد، توانمندی، افزایش و مجهز شدن، هر روز توانمند شدن این نیروهای دلیر جان بر کف افغانستان هست و میتونه این نوعی به قول معروف که از ابهت از این نیروها، از امو روحیه مبارزه اینها با دشمنان افغانستان ایر بخواد که روحیه اینا را خراب کنه و روحیه جنگ و نابودی دشمن را از بین ببره. در قبال این گزارش و در قبال این دو تا دیدگاه ما شما بپرین، حالا هر چیزی میتونه دو پهلو داشته باشه. یکی از دیدگاه ها میشه دیدگاه های سیاسی خود این شخص و این نهاد باشه. سیگار منظورتان ایره ما چون چند لحظه پیش خانم یزدان پرست همچنان یک اشاره کردن. خب ببینید در این مورد ما دقیق معلومات ندارم، اما فراموش نکنیم که بالاخره سیگار سال هاست بعد از حداقل رفتن طالبان یا فروپاشی حکومت طالبان در افغانستان حضور داره ایالات متحده آمریکا و هم سرمفتش خاصشان هست که در خیلی از عرصه ها اینها دست باز دارن. ما به همین خاطر گفتم که باید اسنادشان را اینها افشا بکنن، اسناد دست داشته ایشان را افشا کنند که اینجا ما باز دو موضوع رو میخواییم. یکی که عزت زن افغانستانی نباید پایمال شود، او هم همسران شهدای افغانستان، و مورد دوم این هست که روحیه مبارزه با وطن دوستی و وطن پرستی را و اینکه ارتقاء توانمندی نیروهای امنیتی افغانستان را که این هم حمایت جامعه بین الملل داره این کاهش پیدا نکنه، عقب گرد نشود تا اینکه روحیه به اصطلاح مبارزه در دشمن آن وقت شکل میگیرد. به این خاطر ما میخواهیم اینجا نقطه عطف و انگوش روی حکومت افغانستان مسئولین بلند پایه گذاشته میشه. شخص رئیس جمهور باید در این مورد اقدام کنه، شخص رئیس جمهور و مسئولین و سرپرست وزارت دفاع، و زنان افغانستان رو نمیخوایم در این قسمت خاموش باشن. زنانی که اگر واقعا اسنادی در دست دارن بیاین، زنان شجاع باید قربانی باید بدهن، باید حاضر شوند در رسانه اسناد رو که به دست دارن، شخصیت رو که از این زنها سوء استفاده کرده باید افشا بسازن و ما در پشت این زنان کجا باید مراجعه کنند جز رسانه؟ این مردان رو از چوکی هایشان ما باید بکشیم و اینها رو به خانم جعفری اینا با جز از رسانه با کجا دیگر مراجعه کنند؟ چون شما چند لحظه پیش گفتین که اکثریت دیدگاه یا در کل در یک دوره زمانی که یک خانم مورد خشونت قرار میگیرد دیدگاه جنسیتی میباشه. بله من این حرف خود را قبول میکنم، تاکیدم میکنم، حرف آقای نظری را هم میپذیرم، اما من خود وقتی برای مشکلاتی به حوزه مراجعه میکنم در همین شهر کابل، من اون نگاه ها را میپذیرم که به من به عنوان جنس زن و جنس دوم میپذیره، اما تا اون میزی که به حق برسه من مقاومت میکنم و ایستادگی میکنم. پس باید فرهنگ ایجاد شود، فرهنگ سازی شود. زنها باید آگاه شوند، هر چقدر ما به حق و حقوقمان آگاه شویم و بیاییم از راه حق خداوندی که امو کرامت انسانی و حق انسانی ماست و بعد حقوق شهروندی که ما با مردان از حق برابر در افغانستان برخوردار هستیم، این امو حقوق و حق مسلم ما باشه که ما به در مکانهایی که قوانین رو اجرا میکنن ما میرویم بدون این که کسی بخواد از جسم و جنس ما استفاده کنه. این حق مسلم ما هست و در قسمتی که در کنار سایر اداراتی که از جمله لوی ساران ولی و حوزه های و حوزه هست، ما کمیسیون مستقل حقوق بشر را داریم، اما این را هم میپذیرم که در خیلی جاها مردم زنان ما دسترسی به این امکانات و مکان ها ندارند، درست است؟ و هنوز تابو شده او زن بدون محرم یا تنهایی واصل نمیتونه به اونجا مراجعه کنه به حوزه، و اگر حتی این مراجعه کنه ممکنه با خیلی مشکلات مواجه شه. اما من میخوایم بگم زنی که مبارزه کنه، این زنی که ولی مبارزه کنه حق خود را بگیره، من که دختر از او باشم از او میآموزم، و دیگر هیچ مردی نمیتونه برای گرفتن حقم از جنسیت ما استفاده کنه و عزت ما را بخواد برباد بده. به گفته شما این هم در یک کشوری که نظام ما میگیم جمهوری اسلامی افغانستان، ای واقعا تبعاتش سنگین هست اگر در این راستا واقعا تحقیق و بررسی دقیق و عینی صورت نگیرد. تشکر خانم جعفری. خانم یزدان پرست، ما کمیسیون مستقل حقوق بشر داریم در کشور، شارنوالی داریم، اما چرا کسانی که مورد خشونت قرار میگیرند اینا بر شما مراجعه نمیکنند؟ آیا دیدگاه های مردسالانه را در کمیسیون حقوق بشر همچنان حاکم است که اینا حراز دارند، ترس دارند که نمیان بر شما مراجعه نمیکنند؟
فکر می کنم که بیشتر این دیدگاه ها در خانواده ها حاکم است، دیدگاه مرد سالارانه. وقتی یک خانم مراجعه کنه و شوهرش بدانه که کجا رفتی و بر ثبت چی مسئله رفتی، پس خانم در خانواده هم تحقیر است که چرا رفتی و چرا این مسئله را بازگو کردی. زن خوب اوست که بگذره از این مسئله، خود نفهمانه به این مشکل و بالاخره بازگو نکنه از ترس ریختن آبرو در خانواده. هم یک چیز دیگر باید در نظر داشته باشیم که نمیپردازن. امین خانواده متشکل از زنان و مردان، اطفال و پیر جوان میباشند. ولی شما میفهمید که در دیدگاه های مردان از متاثر ساخت زنان را همچنان شما میفهمید که در خانواده ها اقتدار مردان است. در یک جامعه سنتی اما طور که در اجتماع اقتدار و اعتبار مردان است، در خانواده ها هم اقتدار و اعتبار مردان است. ما با آنکه مدیریت کمیسیون به دست خوشبختانه به دست یک خانم است و یک تعداد از کمیشنرها هم خانم است، همچنان مردان در کمیسیون ما کار میکنه و من نمیتونم بگویم که اینایی که در حقوق بشر هستند نگاه و دید مردانه با قضایا ندارن، که شاید کسانی هم در حقوق بشر باشه با این مشکل. اما زمانی که بر شما مراجعه نمیکنند در قنین برمیگردد به دیدگاه خانواده یا مشکلات همچنان در کمیسیون وجود دارد؟ نه خیلی، در کمیسیون بخش زنان مشخص است، کمیشنری بخش زنان، اما هم کننده بخش زن، همه همکارای ما زنان آگاه و وارد به این قضیه هستند و در کمیسیون علاوه به این که مشکل وجود نداره هویتشان فاش نمیشه و به شدت ما با ضد نابسامانی های جامعه در بخش زنان میرزمیم. اطلاعی درست نکرده بالاخره وظایف خود برای خانم ها باید به صورت درست میفهمان اطلاع میداد تا اینکه کسانی که مورد آزار اذیت جنسی در نیروهای امنیتی افغانستان قرار میگیرد یا بازماندگان اون سربازان افغانستان در کنون باید به شما مراجعه میکرد. اینجا شما کمکاری رو میپذیرین یا خیر؟ ما میپذیرم که ما باید بیشتر از این فعال می بودیم، باید بیشتر از این آگاهی بخشی می شد. یکی از وظایف اساسی کمیسیون ای است که جامعه را باورمند بسازه به ارزش های حقوق بشری و باورمند به شیوه کار و کارکرد های خود. چقدر موفق بوده؟ اجازه بدیم که این بحث تکمیل کنم با سوال دیگر میپردازیم. اما یک پدیده سخت جان است در جامعه افغانی با تلاش هایی که تا حال صورت گرفته، شما نمیتونید که این پدیده را با تمام عوامل و انگیزه ها ریشه هایی که بر این عامل وجود داره همیشه به این خلاصه کنیم که اگر آگاهی بخشی میشد، هر چند آگاهی بخشی صورت بگیره، ولی اون نگاه و دید را که در جامعه وجود داره شما نمیتونید که بزداین. و مسلما که کمیسیون حقوق بشر باید بیشتر از این کارو تلاش میکرد، بیشتر دیده آینده نگر به قضایا بپردازه، از گذشتگرایی انصراف کنیم، نگاه آینده گرا داشته باشیم، برای تأمین عدالت با باور برنامه کار کنیم، با شعار نه، با باور برنامه برای تأمین عدالت، بلند بردن روحی زنان، ایجاد اعتماد در درون زن، ایجاد توانایی های معنوی در خود زنان باید بیشتر به این بپردازیم و ایجاب میکنه که ما در رهبری توافق و هماهنگی داشته باشیم، جلسات کمیشنران منظم دایر شوه و به هر کمیشنر ارزش گذاشته شوه، صرف نظر از اینکه تو کمیشنر از کجا هستی و به کدام قوم تعلق داری. با رد دیدگاه تباری، بالاخره کمیسیون حق انسان است، حداقل نگاه انسانی در درون کمیسیون حاکم شود. شما یک نوع گلایه از عملکرد کمیسیون دارین، باید این گونه شود، باید آن گونه شود، توافق اما بالاخره هماهنگی وجود داشته باشد، جلسات دیدگاه تبعیض‌آمیز، مگر این همه در کمیسیون مستقل حقوق بشر وجود دارد؟ که حالا شما کمیشنر هستین میایین و چون این شکایت میکنین؟ ما گلایه نیه، بلکه یک دورنما تعیین کردم برای کمیسیون حقوق بشر که باید با تلاش و جدیت بیشتر به این قضایا رفع کاستی هایی که اگر در درون کمیسیون وجود داشته باشه با او پرداخته شد. مگر دورنمای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نداره؟ حالا شما من از طریق یک رسانه برایشان دورنما تعیین میکنه. خب شما یک رسانه هم هستین، رسانه هم یک تریبیون است. یکی از مشکلات جامعه ما این است که زنان روشن فکر در فریاد تریبیونی ندارن، یعنی فریاد روشن فکری در تریبیون ها کمتر دارن، از اون سبب هم مشکلات بر ما حاکم است. مشخصه این همه مشکلات در کمیسیون مستقل حقوق بشر وجود داره. آخه ما نمیخوایم خیلی به جزئیات برم. شما گفتین که باید این گونه شود، آن گونه شود، شما گفتین باید توافق نظر وجود داشته باشد، شما گفتین باید تمانگی وجود داشته باشد، توافق شما نظر نی جلسات مشخص و بالاخره
توافق نظر ما نمیخوایم هیچ کس ای داره که نمیتونه همه انسانایی که در یک نهاد کار میکنن یک فریاد بلند کنن، ولی هماهنگی در امور قطعا باید وجود داشته باشه. بلی نمیخوایم که بر ریز برام در بحث‌های سیاسی. ببینین در مباحث سیاسی اگر که آخرین حرف زدی دیگه حرف بی ارزش میشه. ما یک نکته از این معنا گفتیم و همین باشد و جلسات منظم برگزار نمیشه. تشکر. آقای نظری، وزارت دفاع افغانستان میگه برای بررسی موضوع دقیقا کمیسیون را ایجاد کرده و این کمیسیون بررسی میکنن. ما در گذشته ها هم دیدیم چقدر کار این کمیسیون را مؤثر بده که حالا یک کمیسیون دیگر مدل ببنده و این موضوع را بررسی کنن. من فکر میکنم در طول 14-15 سال گذشته بیشتر از 60 کمیسیون در رابطه با حوادث بسیار ناگواری که در افغانستان رخ داده شکل گرفته، اونا در کار خود شروع کردن و بالاخره کار خود نهایی کردن. نتیجه. اما نتیجه به هیچ وجه با رسانه ها، با نهادهای جامعه مدنی و با مردم افغانستان شریک نشد. پیامدهای ملموس که عملا ما دیده باشیم که بر مبنای کاری که این کمیسیون انجام داده باشه پیامدهای ملموس حس کرده باشیم، رقم یک پیامدها را ندیدیم. در کمیسیون که تازه قرار است شکل بگیره و این کمیسیون باید بررسی بکنه، مثلا ما نمیتونیم بسیار خوشبین باشیم. اساسا شکل دهی این گونه کمیسیون ها بیشتر از اینکه حقیقت یابی باشه فرصت به دست آوردن برای مسئولین و مقامات بیشتر بوده تا ای که بگوین ما در زمان ضرورت داریم تا رسیدگی بکنیم. به یک نحوه به تأخیر انداختن رسیدگی به این گونه قضایا میتونه. و تعداد دیگر از سلیگران میگهد که ایجاد کمیسیون ها در حقیقت توسط حکومت افغانستان خاک انداختن بالای موضوعات حاد میباشه. با این دیدگاه موافق هستین؟ دقیقاً من همین نظر دارم. وقتی این کمیسیون میتونه یک کمیسیون بسیار قابل قبول باشه و نتایج ملموس داشته باشه که علاوه بر مسئولین حکومتی، ساختارهای جامعه مدنی، نهادهای حقوق زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر، اینا حضور داشته باشن تا اینا بتونه وضعیت را به گونه بسیار بی‌طرفانه ارزیابی بکنه و بازتاب بده بر شهروندان افغانستان، بازتاب بده از مجرای رسانه ها. شما ببینید به جای اینکه دولت افغانستان کمیسیون در این رابطه شکل میده، دولت افغانستان عمو قانون آزار و اذیت زنان و کودکان را نهایی بسازه و در معرض اجرا قرار بده. آقای نظری دیگر باید نظر داشته باشه. ما در افغانستان قوانین خوبی داریم، اما مشکل متاسفانه میگن که قانون شکنی به یک فرهنگ مبدل شوه. هرگاه قانون آزار اذیت زنان هم بالاخره تصویب و توشیح شوه، فکر میکنید که عملی شوه در یک کشور جهان سومی؟ خب من گفتم این را باید به تصویب برسانن و اجرایی بسازه. وقت اجرایی نباشه قانون کاغذ پاره بیش نیست. به او خاطر اگر اراده در رهبری حکومت و دولت وجود داره باید قوانین اجرایی بسازه. از طرف دیگه شما میفهمین که ساختارهایی که برای ارزش سازی فضا در داخل یک اداره مسئولیت داره، اینمیو باید مورد بازپرس قرار بگیره. چرا نتونستین شما نقش خود ایفا بکنین؟ چرا وضعیت به این شکل است؟ ساختارهای نظارتی که در درون وزارت دفاع وجود داره آیا وجود داره نداره؟ اگر وجود نداره باید ایجاد شود، اگر وجود داره کارکردهایش باید در نمایش بگذاره تا ما بفهمیم که این ساختار داخل اداره به عنوان ساختار ناظر نقش خود به وجه احسن انجام داده و در ختم برای فرهنگ سازی باید کارهای از طرف مجموع ادارات حکومتی صورت بگیره. وزارت اطلاعات فرهنگ در این رابطه نقش خود داره، رسانه های دولتی و حکومتی نقش خود داره، حتی رسانه های آزاد هم در این رابطه بی تمایل نیستن که نقش خود ایفا بکنن. منتها اطلاعات باید در این زمینه از به شکل دقیق‌تر در اختیار مردم افغانستان قرار بگیره. آقای نظری خانم جعفری، به شما فرصت دادم میشه. خانم جعفری، بریم جنبندی بحث با شما کنیم. مشکلات وجود دارد، دیدگاه‌های جنسیتی است، مشکلات در حتی در کمیسیون مستقل حقوق بشر هم وجود دارد. چه کارهایی باید صورت بگیرد که پس از این خانم یک سرباز یا همسر یک سرباز اونم پس از ریختاندن خونش بی عزت و توهین نشد؟ باور میکنید که ما خبرها رو وقتی شنیدیم به عنوان یک زن بسیار متاثر شدیم؟ یعنی هنوز متاثر هستم. می خواهیم برگردم بگم به اینکه کمیسیونی که از سوی وزارت دفاع تشکیل شد ما اصلا او رو قبول نداریم به عنوان زنان.
بایش میکنیم که تا آخرین مرحله این موضوع را پیگیری بکنین و اطلاعات را با مردم شریک بسازیم. و تمام مادران و زنان افغانستانی، من نمیخوام خود بگم، دختر من در پهنتون کار میکرد، به ای گفتم هر کس برای تو مشکلی اگر خلق کرد بیا به من بگو، من حامیت هستم. تشکر. هر زن و مادر افغانستانی میخواییم که حامی دختران و زنان هم زنان باشن تا بیاین از حیثیت کلی زن افغانستانی ما دفاع میکنیم و در رأس. اما سوال ما باقی میمونه، آقای رئیس جمهور باید برای زن افغانستانی اعاده حیثیت بکنه. تشکر. خانم یزدان پرست بفرمایید، جمله آخر گفتین میخواهیم. میخواستم یک دفعه خدمت شما بگم که قانون منع آزار و اذیت زنان به تصویب رسیده، باید به توشیح برسه. و بحث دیگه ای که در کمیسیونایی که تعیین میشه یک مشکلی است که اشخاص موظف بررسی نمیره، مثلا مشکل است از بخش زن شما یک کس را توظیف میکنین، از بخش اداری. ما پیشنهادی میست که افراد موظف. و بازم در پایان میخواییم بگوییم که ما هنوزم برای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور موفقیت آرزو میکنم. تشکر. و انشالله قامتشان مثل سخره های کوپای های کشور است. تشکر خانم یزدان پرست، آقای جعفری و خانم جعفری و آقای نظری زورتان در بحث ما بینید. در حضرت تشکر شما تا برنامه بچه مرابر لاحب نیاز میسپارم.